بینندگان گرامی شبکه جهانی تلویزیون پارس، درود بر شما. من استیو بازیل هستم. از شما دعوت میکنم به خبرهای امروز یک شنبه سوم تیر ماه سال 2583 ایرانی، 1403 خورشیدی برابر با 23 جون سال 2024 توجه بفرمایید. کمتر از یک هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، نتایج نظرسنجی گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان گمان نشان می‌دهد که بیش از 65% از مردم ایران در این انتخابات شرکت نخواهند کرد. این مؤسسه مستقر در هلند روز یک شنبه نتایج نظرسنجی خود درباره انتخابات پیشرو در ایران را که قرار است روز جمعه 8 تیر برگزار شود منتشر کرد. بر اساس این نظرسنجی فقط حدود 22% شرکت کنندگان اعلام کردند که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت خواهند کرد و رأی خواهند داد. در مقابل بیش از 65% اعلام کردند در انتخابات رأی نمی دهند و 12% نیز گفتند هنوز تصمیمی در این زمینه نگرفتند. کارگران پروژه‌ای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران در ادامه اعتراضات خود روز یکشنبه سوم تیر ماه برای پنجمین روز متوالی دست به اعتصاب زدند. اعتصاب این کارگران از روز 30 خرداد و با خواست حذف پیمانکاران، افزایش دستمزدها و تغییر نوبت کاری به 14 روز کار و 14 روز استراحت آغاز شده است. این اعتراض‌ها که با عنوان کمپین 14-14 شکل گرفته از ساعت اولیه روز یکشنبه در شرکت دیرین صنعت راوین شاغل در پروژه سبزاب اندیمشک ادامه یافت. ویدیوی منتشر شده از تجمع کارگران این شرکت که در صفحه اینستاگرام پایگاه خبری کارگران ایران منتشر شده نشان می‌دهد که کارگران شاغل در این شرکت مطابق اعلام قبلی دست به اعتصاب زدند. یک فعال کارگری درباره بلاتکلیفی حقوق و دستمزد سال 1403 کارگران با وجود ورود به فصل تابستان گفت که هنوز مصوبه آن توسط نمایندگان کارگری در شورای عالی کار امضا نشده و کارگران به آن معترضند. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، حمید حاج اسماعیلی دولت 13 را یک دولت ضد کارگری برشمرد و گفت که این دولت به هیچ وجه اعتقادی به حقوق کار و نیروی کار کشور نداشت. این گزارش می‌افزاید جای امضای نمایندگان کارگری در مصوبه حقوق و دستمزد امسال کارگران سفید مانده و فعلا هم از تشکیل جلسه و دلجویی از آنان خبری نیست. حاج اسماعیلی درباره تصمیمات یک طرفه مقامات دولتی گفت که آنها خودشان را تصمیم گیرنده اصلی حقوق و دستمزد کارگران می دانند و هر مقداری را که تعیین می کنند کارگران باید آن را اجابت کنند و بپذیرند. این فعال کارگری با توصیف اینکه جمهوری اسلامی با وجود اعتراضات گروه‌های کارگری نتوانسته رابطه منطقی و ملی با آنان ایجاد کند افسود دولت سازی میزد که به هیچ وجه متناسب با شرایط کارگران نبود و در عین حال اقدامات دولت عمدتاً علیه کارگران بود. حاج اسماعیلی با اشاره حقوق کارگران در قوانین و کنوانسیون‌های بین المللی و عدم تعهد دولت به این تعهدات تاکید کرد که این در حالی است که قانون کار ما با همه انتقادهایی که به آن وارد است این قوانین را پذیرفته و در قانون اساسی هم به این مسائل اشاره شده است. و اما اخبار تازه نشان می‌دهد که به رغم انکار مسئولان، شهرداری تهران برای تحمیل حجاب اجباری بر شهروندان اقدامات گسترده‌ای از جمله از طریق تذکر لسانی در خطوط متروی تهران داشته است. گزارش‌های تازه همچنین شامل آماری رسمی است که نشان از بی‌توجهی اکثریت شهروندان به این تذکرات ماموران دارد. روزنامه دنیای اقتصاد روز یکشنبه سوم تیر خبر داد که دو گزارش عملکرد شهرداری در حوزه حجاب اجباری که توسط مترو تهران در اختیار وبسایت خبری اکو ایران وابسته به روزنامه دنیای اقتصاد قرار گرفته نشان دهنده فعالیت گسترده حجاب بانهاست. این در حالی است که سال گذشته علیرضا زاکانی شهردار تهران در خصوص جذب نیرو با عنوان حجاب بان به اکو ایران گفته بود من نمیدانم این واژه ها را از کجا می آورند. زاکانی به تازگی هم در یکی از مناظره های انتخابات آتی بالکل منکر وجود چنین نیروهایی شد. مرکز اطلاع رسانی فراجا روز شنبه دوم تیر ماه اعلام کرد به مناسبت عید قدیر تعداد 8000 دستگاه خودروی توقیف شده در پارکینگ
به علت رعایت نکردن حجاب اجباری رفع توقیف شدند. طبق این گزارش قرار است برای مالکان این خودروها پیامک اطلاع رسانی ارسال شود. در حالی خبر رفع توقیف این خودروها منتشر شده است که در روزهای اخیر و در جریان مبارزات انتخاباتی موضوع حجاب و پوشش زنان از مسائل محوری از جمله در مناظره‌های تلویزیونی کاندیداها بود. در مناظره سوم نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 8 تیر ماه سال جاری که روز جمعه برگزار می شود، بجز سعید جلیلی نامزد اصولگرایان، سایر کاندیداها انتقادهایی را درباره چگونگی تحمیل حجاب مطرح کردند. و اما فدراسیون شطرنج ایران میگوید در راستای برگزاری پرشور انتخابات ریاست جمهوری در کشور فعالیت‌های خود را به حالت تعلیق در می‌آورد. در بیانیه این فدراسیون ضمن تشویق تمامی جامعه شطرنج به حضور در انتخابات تأکید شده هر گونه فعالیت ورزشی از جمله برگزاری مسابقات، دوره‌ها و کلاس‌های آموزشی از 7 تا 10 تیر ممنوع است. به نوشته باشگاه خبرنگاران جوان، طبق اعلام فدراسیون شطرنج این ممنوعیت بر اساس دستور وزارت ورزش صورت گرفته است. با این حال سایر فدراسیون ها از انتشار این بخشنامه خودداری کردند. فدراسیون شطرنج میگوید در صورت 2 مرحله‌ای شدن انتخابات ممنوعیت فعالیت ها از 14 تا 17 تیر تمدید می شود. این فدراسیون در مورد تصمیم خود توضیح دیگری نداده و مشخص نکرده است که برگزاری کلاس‌های آموزشی یا مسابقات شطرنج چه مانعی بر سر برگزاری پرشور انتخابات ریاست جمهوری ایجاد می‌کند. و اما کمبود انسولین باعث به خطر افتادن جان بیماران مبتلا به دیابت در ایران شده است. رئیس سازمان غذا و دارو درباره کمبود انسولین گفت شرکت خارجی به دلیل کاهش تولید خود تنها 1/4 سهمیه درخواستی ایران را تحویل داده، اما با کمک تولید کننده داخلی بخشی از کمبود را جبران کردیم. گزارشات رسیده حاکی است که علاوه بر انسولین بسیاری از داروهای ضروری در کشور کمیاب شده یا به طور کلی وجود ندارند و نایاب شدند. یکی از مخاطبان هم با اشاره به نایاب شدن انسولین در کشور از کمبود این دارو در ایران با عنوان تحریم مردم از سوی آخوندها نام برده است. شخص دیگری هم با بیان اینکه داروی بیماری‌های خاص در ایران به شدت کمیاب شده گفته در صورتی که داروها پیدا هم شوند قیمت‌هایشان بسیار بالاست و با این وضع اقتصادی مردم عملاً امکان خرید آنها را ندارند و خیلی از آنها به واسطه همین کمبود دارو جان خود را از دست می دهند. از همراهی شما سپاسگزارم. همچنان با خبرها همراه شما هستم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. با ادویه جوجه کباب صدف تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه‌های مناسب می‌بریم، کمی روغن اضافه می‌کنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون می‌پاشیم و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ می‌کشیم. خب آتیش هم که آماده است، حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته
24 ساعته. ادامه خبرها. حماس اعلام کرد در جریان دو حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه که روز شنبه رخ داد دست کم 38 تن کشته شدند. به ادعای این گروه در این حملات خانه های مسکونی هدف قرار گرفتند. اسرائیل در گزارش های اولیه هدف این حملات را زیرساخت های نظامی خواند. فرستنده خبری ارتش اسرائیل اندکی بعد گزارش داد هدف یکی از حمله های هوایی که در اردوگاه آوارگان اشتی واقع در غرب شهر غزه رخ داده است، رائد سعد یکی از فرماندهان ارشد گردان های عزالدین قسام بوده است. هنوز مشخص نیست که آیا سعد از این حملات جان سالم به در برده یا کشته شده است. مقامات حماس گفتند حمله دوم ارتش اسرائیل منطقه التفاح در غزه را هدف قرار داد. ارتش اسرائیل تاکنون جزئیات بیشتری در رابطه با این حمله در اختیار رسانه‌ها نگذاشته و تنها گفته است که جنگنده‌های اسرائیلی تأسیسات نظامی حماس در شهر غزه را بمباران کردند. وزیر دفاع اسرائیل که برای دیدار با همتای آمریکایی خود راهی واشنگتن شده گفت مذاکرات او با مقامات امریکایی در این سفر برای آینده جنگ تعیین کننده و حیاتی است. ژنرال یوآف گالانت بامداد یکشنبه سوم تیر در فرودگاه تل‌آویو پیش از آغاز سفرش گفت روابط اسرائیل با آمریکا از هر زمان دیگری اهمیت بیشتری یافته است. او گفت در مورد تحولات در جبهه جنگ غزه و مرز شمالی اسرائیل با مقامات آمریکا مذاکره خواهد کرد. گالانت افزود اسرائیل برای هر اقدامی که ممکن است در غزه، لبنان و در مناطق دیگر مورد نیاز باشد آمادگی دارد. و از انتقال وضعیت در جبهه جنگ غزه به مرحله سوم که اهمیت بالایی دارد سخن گفت، اما توضیحی در این باره نداد. رسانه‌های اسرائیل درباره مرحله جدید وضعیت در جبهه جنگ غزه به نقل از مقامات نظامی نوشتند که بخش عملیات ارتش در منطقه رفح در جنوب باریکه غزه نیز به زودی به پایان خواهد رسید. شبکه کان اسرائیل روز جمعه به نقل از منابع دولتی گزارش داد که کابینه به زودی شکست شاخه نظامی حماس در غزه را اعلام خواهد کرد تا نیروهای بیشتری را از این جبهه بیرون آورده و برای رویارویی در برابر حملات حزب الله راهی شمال اسرائیل کند. و اما با پوزش انتقادها به بستن یک فلسطینی مجروح به خودرو ارتش اسرائیل در کرانه باختری شدت گرفته است. فرانچسکا آلبانزه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای سرزمین‌های فلسطین اشغالی اسرائیل را متهم کرده که در پی حمله‌ای در جنین در کرانه باختری دیروز شنبه 22 تیر یک فرد فلسطینی مجروح را سپر انسانی کرده است. خانم آلبانزه گفت تصاویر مرد مجروح که به جلوی یک خودرو ارتش اسرائیل بسته شده بود بهت‌آور است و به نظر می‌رسد که نقض قوانین بین‌المللی باشد. ارتش اسرائیل هم تایید کرد که نیروهایش پروتکل‌های بین‌المللی را نقض کردند و در حال بررسی موضوع است. ارتش اسرائیل افزود که سربازانش در جریان یک عملیات ضد تروریستی و در تبادل آتش یک مرد مظنون را زخمی کردند و سپس او را برای درمان پزشکی با خودرو خود بردند. هزاران اسرائیلی شنبه دوم تیر ماه در تل‌آویو علیه دولت این کشور دست به تظاهرات زدند و خواستار آزادی گروگان‌ها و همچنین آتش‌بس فوری در جنگ غزه شدند. گزارش حاکی است که پلیس کوشید تا تظاهرکنندگان اسرائیلی را مقابل مقر حزب لیکود در تل‌آویو متفرق کند. تصاویر ویدیویی حاکی است که پلیس سوار وارد جمعیت تظاهرکنندگان می شود و تلاش است تا معترضان را با اسبهایشان کنار بزند. شماری از تظاهرکنندگان نیز کوشیدند تا خیابان کینگ را مسدود کنند که پلیس 3 تن از معترضان را بازداشت کرد. معترضان به سیاست‌های دولت بنیامین نتانیاهو همانند هفته‌های گذشته به خیابان آمده بودند تا ضمن درخواست برقراری آتش‌بس در غزه خواهان آزادی گروگان‌های اسرائیلی شوند.
در جریان تجمع معترضان در تل‌آویو، تظاهر کنندگان به مناسبت 20مین سالگرد تولد نعمه لوی که از 15 مهر ماه در غزه به گروگان گرفته شده، شمع روشن کرده و کیک‌های کوچک تزیین شده را توزیع کردند. در این تظاهرات خانواده ربوده شدگان که عزیزان آنها هنوز گروگان گروه تروریستی حماس هستند و همچنین مخالفان ادامه قدرت سیاسی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر مشارکت داشتند. دیوید گروسمن، یکی از مشهورترین نویسندگان اسرائیل، در سخنرانی خود در تظاهرات هفتگی ضد دولتی در تل‌آویو از اسرائیلی‌ها خواست با حضور در خیابان‌ها برای کشورشان بجنگند. و اما اوکراین یک شنبه 22 ژوئن اعلام کرد یک انبار پهپادهای شاهد در یک پایگاه نظامی روسیه را تخریب کرده است. نیروی دریایی اوکراین در این رابطه پیامی در شبکه فیسبوک منتشر و به تصاویر ماهواره‌ای استناد کرده که نشان دهنده خسارات به بار آمده هستند. طبق اعلام اوکراین، این انبار هم برای نگهداری و هم برای آماده سازی پهپادهای شاهد که ساخت جمهوری اسلامی است استفاده می شده است. در این ارتباط همچنین اعلام شد که در پایگاه واقع در فرودگاه نظامی یایسک در منطقه کراسنودار در روسیه یک مرکز کنترل و ارتباطی ویژه پهپاد مستقر است. و اما شبه نظامیان یمنی در هفته‌های گذشته حمله به کشتی‌های تجاری را ادامه دادند. صبح یک شنبه نیز یک کشتی در نزدیکی بندر حدیده در اثر حمله پهپادی آسیب دید. شبه نظامیان حوثی در یمن که تحت حمایت جمهوری اسلامی فعالیت می کنند، بامداد یک شنبه 23 ژوئن مدعی شدند که طی عملیات نظامی مشترکی با گروه شبه نظامی مقاومت اسلامی در عراق 4 کشتی را در بندر حیفا واقع در شمال اسرائیل هدف قرار دادند. از شما بینندگان گرامی دعوت می کنم همچنان با خبرهای امروز همراه باشید. درست انتخاب کنید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق، به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم، غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. در کلینیک سوکای میدسپاز زیر نظر دکتر مهناز جمالی می توانید از خدمات بی نظیر این کلینیک بهره مند شوید. خدماتی همچون لیزر مو، بوتاکس، فیلر، شفافسازی و جوانسازی صورت، بوتاکس های درمانی، عضلسازی بدن و کاهش وزن. برای کاهش وزن شما می توانید با استفاده از سماگلوتاید در کوتاه‌ترین مدت زمان به وزن دلخواهتون برسید.
پکیج کامل زیبایی و جوانی خود را در کلینیک سوکال مدسپاس تجربه کنید. شماره تماس 562-459-7043. ایرانیان عزیز ساکن آمریکا و کانادا، برای رفع مشکلات حقوقی شما در ایران با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما حل شدنی است. فروش املاک شما در ایران جهت ایرانیان خارج از کشور، اخذ اجازه اوفک پیش از فروش املاک، انجام کلیه امور حقوقی مربوط به دادگاه‌های حقوقی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور، دریافت شناسنامه، گذرنامه، تنظیم وکالتنامه، اعم از کاری و فروش، ثبت رسمی ازدواج و طلاق شرعی. با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما در ایران حل شدنی است. تلفن 949-202-7288. خوشبختانه همه چی قانونن درست شد. ادامه خبرها. دو مقام آمریکایی در گفتگو با خبرگزاری رویترز ادعای حوثی‌ها مبنی بر حمله به ناو هواپیماپر دوایت دی آیزنهاور را در دریای سرخ تکذیب کردند. یکی از این مقام‌ها که نخواست نامش فاش شود تأکید کرد که این ادعای حوثی‌ها نادرست است. شبه نظامیان حوثی که از سوی جمهوری اسلامی حمایت می‌شوند روز شنبه 22 ژوئن مدعی شدند یک کشتی تجاری را در دریای عرب و ناو آیزنهاور را در دریای سرخ هدف قرار دادند. این گروه بدون ذکر جزئیات ادعا کردند عملیات حمله به این ناو آمریکایی با موفقیت به اهداف خود دست یافته است. حوثی‌ها در بیانیه خود به اینکه این حملات در چه زمانی رخ دادند اشاره‌ای نکردند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام نیز این ادعای حوثی‌ها را رد کرده و اعلام کرد حمله این گروه مسلح به ناو آیزنهاور واقعیت نداشته و کاملا نادرست است. سنتکام با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت این رفتار بدخیم و غیر مسئولانه حوثی‌های مورد حمایت رژیم ایران ثبات منطقه را تهدید کرده و جان دریانوردان را در سراسر دریای سرخ و خلیج عدن به خطر می‌اندازد. پس از حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر سال گذشته، آمریکا ناو هواپیما بر آیزنهاور را به منظور جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در منطقه به همراه یک گروه از رزمناوها برای پشتیبانی از ناو جرالد فورد به شرق دریای مدیترانه اعزام کرد. این ناو روز شنبه 22 ژوئن به مأموریت خود در دریای سرخ پایان داد و قرار است برای مدت کوتاهی در دریای مدیترانه مستقر شود. وزارت دفاع آمریکا با انتشار بیانیه‌ای گفت این ناو گروه ضربت از کشتی‌های در حال عبور در دریای سرخ باب المندب و خلیج عدن محافظت کرد و دریانوردان بیگناه را از حملات غیرقانونی حوثی‌های مورد حمایت ایران نجات داد و به بازدارندگی این حملات بیشتر کمک کرد. طبق اعلام پنتاگون، ناو هواپیما بر تئودور روزولت پس از پایان رزمایش در اقیانوس آرام به سمت آب‌های خاورمیانه اعزام شده و جایگزین ناو آیزنهاور خواهد شد. و اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین و نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، میگوید شخص مورد نظرش برای تصدی پست معاونت رئیس جمهوری را یافته، اما نام او را پیش خود محفوظ نگه داشته است. ترامپ که روز شنبه برای کارزار انتخاباتیش به شهر فیلادلفیا واقع در ایالت پنسیلوانیا سفر کرده بود، در پاسخ به پرسش یک خبرنگار در رابطه با اینکه آیا معاون خود را برگزیده پاسخ داد: در ذهنم بله. وقتی خبرنگار از او پرسید آیا کسی از این انتخاب آگاه است، ترامپ گفت نه، کسی خبر ندارد. و ما مقام ارشد سازمان ملل متحد در افغانستان از عدم حضور زنان افغانستانی در اولین نشست آینده بین طالبان و نمایندگان 22 کشور دفاع و تأکید کرد که در این نشست خواسته های مربوط به حقوق زنان قطعا مطرح خواهد شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس خبر می‌دهد که فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در روزهای اخیر با پرسش‌های مکرر خبرنگاران در مورد انتقاد سازمان‌های حقوق بشری از عدم حضور زنان افغانستانی در نشست دوحه پایتخت قطر در 30 ژوئن و اول ژوئیه 10 و 11 تیر مواجه شد.
دبیر کل سازمان عفو بین الملل روز جمعه در پیامی هشدار داد که عدم حضور زنان افغانستانی، فعالان حقوق بشر و نمایندگان جامعه مدنی در نشست دوحه اعتبار این نشست را از بین خواهد برد. هدر بار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر نیز روز پنجشنبه 31 خرداد گفت بر اساس گزارش این نهاد سازمان ملل متحد زنان افغانستانی را از نشست آینده دوحه محروم کرده است. و اما رسانه های هند به نقل از مقامات از افزایش شمار قربانیان مصرف الکل تقلبی سمی به 53 نفر در این کشور خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه یک مقام ارشد دولتی در منطقه کالاکوریچی ایالت تامیل نادو در جنوب به خبرگزاری هندی پی تی آی گفته است که آخرین آمار مربوط به روز شنبه دوم تیر ماه است که بر اساس آن شمار کشته شدگان 53 نفر بوده است. همزمان برخی دیگر از رسانه‌های هند روز یک شنبه سوم تیر ماه شمار قربانیان را 55 نفر اعلام کردند، هرچند به طور مستقل نمیتوان این اخبار را تایید کرد. از توجه و همراهی شما با برنامه خبری امروز بسیار سپاسگزارم. شب و روزتان بخیر. پاینده ایران.